زندگی نامه محمد رضا پهلوی. محمد رضا پهلوی معروف به محمد رضا شاه در 4 آبان سال 1298 در تهران متولد شد. او حاصل ازدواج رضا شاه و تاج الملوک بود. از این پدر و مادر او 2 دختر به نامهای اشرف و شمس و 1 برادر به نام علی رضا داشت. زمانی که 6 سال سن داشت، پدرش رضا شاه به پادشاهی رسید و او را ولیعهد ایران خواند. محمد رضا شاه تحصیلات ابتدایی را در مدرسه نظام تهران گذراند و در 12 سالگی او را برای ادامه تحصیل به سوئیس فرستادند و در شهر لوزن به تحصیل پرداخت. او به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی مسلط بود. بعد از بازگشت به ایران به دانشگاه افسری رفت و با درجه ستوان 2 از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. در زمان جنگ جهانی دوم در شهریور سال 1320 که کشور ایران به وسیله متفقین یعنی 3 کشور انگلیس، شوروی و آمریکا اشغال شد، رضا شاه دستور مقاومت داد و فرماندهی نیروی مقاومت را به عهده ولیعهد یعنی محمد رضا شاه گذاشت. در آن زمان محمد علی فروغی قول نگهداری جایگاه پادشاهی پهلوی را از طرف انگلیس به رضا شاه داد و او دستور مقاومت را لغو کرد. مذاکراتی بین نمایندگان اشغالگران صورت گرفت. پیشنهاد بریتانیا در آن زمان محمد رضا پسر محمد حسن میرزا نوه محمد علی شاه قاجار بود که در انگلستان ساکن بود. ولی در نهایت با توافق آمریکا و شوروی تصمیم بر آن شد که رضا شاه استعفا بدهد و محمد رضا به جای پدرش به سلطنت بنشیند. محمد رضا در سن 22 سالگی به پادشاهی رسید و رضا شاه توسط انگلیس برکنار شد و به جزیره موریس و بعد از آن هم به آفریقای جنوبی تبعید شد. محمد رضا شاه زندگی خانوادگی پرتنشی داشت. او 3 بار ازدواج کرد. بار اول در سال 1318 با فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر که بعد از 6 سال جدا شد. 3 سال بعد با ثریا که دختر یکی از خانهای بختیاری بود ازدواج کرد. پس از 7 سال با توضیح رسمی اینکه ثریا توانایی آوردن فرزند ندارد از هم جدا شدند. شاه در سال 1337 با فرح دیبا ازدواج کرد و تا آخر عمر با او بود. فرح در زندگی سیاسی شاه حضور داشت و طراح بسیاری از برنامه‌های فرهنگی در دوره سوم حکومت او بود. حاصل ازدواج فرح و شاه 2 دختر به نام‌های لیلا و شهناز و 2 پسر به نام‌های علیرضا و رضا است. دوران حکومت محمد رضا شاه را میتوان به 3 دوره تقسیم کرد. 7 سال اول حکومت او یکی از آزادترین دورانهای سیاسی تاریخ معاصر ایران بود که در آن زمان او قدرت کمی داشت. دوره دوم حکومت شاه در سال 1327 و با قضیه ترور او در دانشگاه شروع شد که به 1 متعصب مذهبی وابسته به حزب توده نسبت داده شد. پس از ترور شاه او دستور دستگیری مخالفان را داد و مجلسی با عنوان مجلس مؤسسان تشکیل داد و با این کار اختیارات خود را بیشتر کرد. بعد از این تغییرات سیاسی تقاضای ملی برای تسلط بیشتر به نفت در ایران بالا گرفت که به نام جنبش ملی نفت به رهبری محمد مصدق نخست وزیر وقت انجام شد. و با وجود حمایت شاه از این جریان در نهایت باعث تنش بین شاه و نخست وزیر مصدق شد. کودتای 28 مرداد با طرح حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات آمریکا علیه دولت مصدق در مرداد 1332 انجام شد که موجب برکناری دولت مصدق شد و محمد رضا شاه که بعد از شکست در کودتای 25 مرداد به روم رفته بود به ایران بازگشت و دوران حکومت مطلقه یعنی دوران سوم حکومتش را شروع کرد. او سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک را تأسیس کرد که زیر نظر مستقیم شاه فعالیت می کردند. این سازمان جهت سرکوب مخالفان و بستن فضای سیاسی کشور تأسیس شده بود و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر مخالفان بودند. از دیگر نهادهایی که در آن دوره قدرت پیدا کرده بود سازمان برنامه و بودجه بود که مجری برنامه‌های توسعه ایران بود. این سازمان در دهه 40 و 50 باعث رشد سریع شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ایران شد. در این دوره شاه موضوع دستیابی به تمدن بزرگ را مطرح کرد که از سوی مخالفان داخلی و منتقدان خارجی به عنوان بلندپروازی‌های شاه توصیف می‌شد. محمد رضا شاه به توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی اهمیت زیادی می‌داد و بیشتر درآمدهای نفتی را صرف ارتش ایران می‌کرد. در این دوره شاه برای ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تلاش کرد
و موقعیت منطقه‌ای ایران از نظر سیاسی و نظامی اهمیت بیشتری پیدا کرد. او به تدریج تصمیم گیرنده اصلی اوپک شد و پولهای فراوانی به ایران سرازیر شد. بعد از خروج انگلیسی ها از خلیج فارس، جزایر سگانه مجدداً به حاکمیت ایران بازگشتند و بحرین که قبل هم تحت حاکمیت ایران نبود، رسماً از ایران جدا شد. در این دوره نظر شاه این بود که باید از هر اختلاف سیاسی برای پیشرفت سریع کشور بپرهیزیم. به همین دلیل حزبی به نام حزب رستاخیز تأسیس کرد. شاه امیدوار بود که از طریق این حزب بتواند نیروهای نوسازی را سازمان دهد و نیروهایی که معتقد بود خودش در آن زمان آنها را نمایندگی می‌کند. انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی از جمله تصویب قانون حق رأی به زنان از مهمترین فعالیت‌های حکومت در آن دوره بود. او با عنوان انقلاب سفید که هدف آن قرار دادن ایران در بین مدرن‌ترین کشورهای جهان تا پایان قرن 20 یک سری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مانند اصلاحات ارضی را آغاز کرد. در نهایت 26 دی ماه 1357 به دلیل اعتراضات فراوان مخالفان به رهبری آیت الله خمینی رحمت الله علیه ایران را برای همیشه ترک کرد. دلیل اصلی این اعتراضات تغییرات اقتصادی و اجتماعی بود که به ضرر برخی طبقات و در نهایت شکاف زیادی که بین حاکم و مردم ناراضی بود. او بعد ترک ایران به مصر رفت و در 5 مرداد 1359 در 60 سالگی به دلیل سرطان درگذشت. از اینکه تا اینجا همراه ما بودید از شما متشکریم. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. آیا پلاس.